نمایندگان آمریکا و کشورهای آسیای مرکزی بر نیاز گفتگو درباره آینده سیاسی افغانستان تأکید کردند. نمایندگان آمریکا و کشورهای آسیای مرکزی در بیانیه نشستی که چند پیش در قزاقستان داشتند بر روند فراگیر در افغانستان و گفتگو در مورد آینده سیاسی این کشور تأکید کرده و همچنان از یک افغانستان باثبات، مستقل و احترام به حقوق بشر از جمله زنان و دختران حمایت کردند. آنان همچنان افزودند که رسیدگی به شرایط انسانی و اقتصادی در افغانستان مستلزم یک واکنش قوی و هماهنگ از سوی جامعه بین المللی است. انجام این واکنش مستلزم چه کارهایی است و این واکنش چرا صورت نمیگیرد و نیاز گفتگو در مورد آینده سیاسی افغانستان در شرایط حال چه اندازه احساس می شود؟ بحث امشب زاویه است. درود بر شما، در این برنامه زاویه خوش آمدید. من قاسم عادل‌زاده هستم. مهمانانم در این بحث آقای محمد انوری پناهی استاد دانشگاه و آقای نقیب الله عمرخیل کارشناس مسائل سیاسی اینجا در استودیو با من است. مهمانان به بحث خوش آمدید. آقای عمرخیل، بحث با شما آغاز میکنیم. پیش از این که روی اصل مطلب برویم و برای اینکه بحث باز شود، وضعیت فعلی سیاسی کشور را شما چگونه تحلیل میکنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت آقای پناهی صاحب و دستاندرکاران بخش تکنیک. می خواهم به جواب سوال شما هتر بپردازم که وضعیت سیاسی فعلی افغانستان در کل گفته می تانیم که خوبتر است، یعنی نمی تانیم گفته که عالی تر است. هدف می است که خوبتر است، یعنی قناعت مردم یک چیز فراهم است و یک چیزی هم باید حکومت امارت اسلامی افغانستان توجه بکنند تا که قناعت تمام مردم افغانستان و اقشار مختلف افغانستان که در افغانستان زندگی میکنند به دست بیارند و کشورها بالای حکومت امارت اسلامی افغانستان تاکیدشان همی است که باید اعتمادی را باید از مردم افغانستان حوال به دست بیارند و حکومت فعلی هم کوششان همی است که در کران از این که رضایت مردم افغانستان می خواهند به دست بیارن، در کنار ازی می خواهند که کشورهای دیگر و کشورهای آسیایی و اروپایی را موافقشان را به دست بیارن تا بتانند کمی چرخ حکومتداری را به صورت درست و منظمش پیش ببرند. اما بعض مشکلات در افغانستان وجود داره، نه تنها در حال در گذشته ها مشکلاتی وجود داشت و وجود داره، ما از چشم پوشی کرده نمیتانیم. امید از این است که انشاءالله این مشکلات هم به مرور زمان حل شود و حکومت امارت اسلامی افغانستان هم به خواستای حق مردم افغانستان از تن بتن و بعض موضوعاتی را که ما و شما خوبتر می فهمیم که امروز مشکلات جریان دارد و قسمت است، مثلا قسمت تعلیم و تربیه است، اقتصاد مردم است، مسئله کار مردم است، بعض موضوعات مهم دیگه است، باید حکومت امارت اسلامی افغانستان در این توجه جدی داشته باشند تا بتانند کمی گره بسته را باز بکنند. پس چگونه خوبتر است وضعیت؟ مشکلات کار وجود داره، مشکلات تعلیم وجود داره، مشکلات سیاسی وجود داره، اقتصادی وجود داره. آقای عمرخیل، از چه لحاظ شما میگین خوبتر است؟ بررسی شما از وضعیت چگونه هست؟ بسیار خوب. ببینین در اینجا یک نظام تغییر کرده است. ما توقع از این نداشته باشیم که در 2 سال ما باید اینجا یک معجزه به وجود بیاید و تمام مشکلات مردم افغانستان حل شود. این مشکلاتی که مانده نه تنها از 2 سال است، بلکه از 20 سال گذشته یا 40 سال گذشته است که در افغانستان وجود دارد. اما حل بعضی مشکلات آقای عمرخیل نیاز به معجزه نداره، ضرورت به معجزه نداره که معجزه باید معجزه شود تا برخی مشکلات، مثلا تعلیم، مشکل تعلیم حل شود. پاسخ شما چی است؟ اجازه بدید من میخوام سر موضوعات مختلف انشاءالله اشاره بکنم. مسئله اقتصادی از شما ببینین که داد صدود افغانستان فعلا با کشورهای منطقه و فرامنطقه چقدر بهتر درست. مسئله کار و بارم اگر بگویم نه تنها در افغانستان در این اواخر بیکاری بوده، بلکه در 20 سال گذشته هم بیکاری به اوج خود بوده که جوانای ما از افغانستان فرار کردن و به کشورهای رفتن غیر قانونی که شما در جریان هستیم. و مسئله اقتصادی را باز هم برتان یادآوری میکنم که ما در یک مسیر خوب اقتصادی قرار داریم، اما متاسفانه که تمام مشکلات از گذشته مانده بر حکومت امارت اسلامی افغانستان. در قسمت تعلیم و تربیه اولاد وطن، این فرض
تمام حکومت ها است که باید ایره بجا بکنه. نه تنها حکومت امارت اسلامی افغانستان، هر حکومتی که میه اینجا باید فرض خود ادا بکنه، در مقابل مردم افغانستان، در مقابل اولاد وطن افغانستان باید فرض خود ادا بکنن. تعلیم و تربیه را، پنتون ها را، مکاتب را برای تمام اقشار جامعه باید باز بکنن. شما یادآوری کردین، بله مشکلات وجود داره، اما بارها شما در جریان هستین که مقامات امارت اسلامی افغانستان از تریبون های مختلف مقامات ارشدشان گفتن که ما مخالف تعلیم و تربیه نیستیم، ما مخالف از این نیستیم که مکاتب بسته باشه، اما روی یک میکانیزم منظم ما کار میکنیم تا امو به پایین برسه و مکاتب درایش برای دخترای افغانستان و برای اقشار مردم افغانستان باز بکنیم. در قسمت تعلیم و تربیه همیشه وقت گفتگوی به وجود آمده، تمام اقشار افغانستانی خوش نیستن که مکاتب بسته، تا می خود مقامات امارت اسلامی افغانستان به این خوش نیستن که مکاتب بسته باشه. اما متاسفانه در گذشته ها مشکلات وجود داشت در کریکولم درسی متعلمین و محصلین افغانستان که امروز وزارت معارف و تحصیلات عالی افغانستان همطور در است مقامات ارشد حکومت امارت اسلامی افغانستان در این توجه زیاد دارن که کریکولم درست سازن و مشکلات اجازه بتین من میام سر موضوع و مشکلات به مرور زمان حل بکنن. ولی من از سخنگوی امارت اسلامی نیستم، من از یک شهروند افغانستان. من از حکومت امارت اسلامی تقاضایم هی است که هرچی عاجل مکاتب دخترانه را برای دخترای افغانستان باز بکنن، تا می یأس و ناامیدی که در دل مردم افغانستان است، در دل خواهرای ما از در افغانستان، در دل همشیرهای ما هستن، این هرچی زودتر این گره باز شوه و تمام مردم افغانستان از این بهره بگیرن، چون بدون حلم هیچ چیز امکان نداره. همین روزی که ما و شما اینجا ششتیم از برکت حلم است. تشکر آقای عمر خیلی. شما سخنگوی امارت اسلامی نیستین، اما میگین که برخی مشکلات در تعلیمات سابق وجود داشته، کریکولم درسی گذشته وجود داشت. چی مشکلاتی بود؟ پیشترم پرسیدم ولی شما گفتین که من برتان میگم در بعضی کتابای افغانستان در پنتونا و در مکاتبی که تدریس میشد از کشورهای بیگانه از او سرمنشأ گرفته بود، به خاطر خراب کردن فرهنگ مردم افغانستان در او کار گرفته شده بود. این حق مسلم مردم افغانستان است، چون در یک کشور اسلامی زندگی میکنن. چی بود مشکلات؟ ما میخوایم بیایم سر ازمو. در یک کشور اسلامی زندگی میکنن و در یک کشوری هستن که الحمدلله 99% مسلمان اینجا زندگی میکنن و افتخار میکنن بالای دین خود. اما بعضی مشکلاتی وجود داشت که در گذشته ما و شما دیدیم از طریق امیر رسانه ها چیزهایی پخش نمیشد در افغانستان. مسائل درسی چی مشکلات وجود داشت آقای عمر؟ ببینید شما که خلاف قانون بود و خلاف بود. چی بود؟ کشورهای هی بودن از همسایه ما و شما که امو مفکوره و امو ذهنیت خود را اینجا تطبیق کرده بودن و متعلمین ما اونمو چاپ شده بود و حتی کتابها بیرون از افغانستان چاپ میشد، در کشورهای همسایه در افغانستان می آورد تدریس میشد. به این معنا که میخواستن امی مفکوره جوان افغانستان، مفکوره طفل افغانستان، مفکوره مسئل افغانستان تغییر بدن. و امروز شما در جریان هستین که سر مفکورهای مردم افغانستان چقدر کار شده در این 20 سال، چقدر پولهای انگفت مصرف شد. در ضمن ازی ما ببینیم که باز هم میگم که مخالف تعلیم و تربیه هیچ کسی بوده نمیتونه، نه حکومت امارت اسلامی افغانستان، نه کدام کشور دیگه. اما در قانون شریعت و چوکات الهی باید هر چه زودتر مکاتب برای دخترای افغانستان باز بکنه. تشکر آقای پناهی. در حال حاضر شما وضعیت چگونه ارزیابی میکنید؟ وضعیت سیاسی کشور از نظر شما چگونه هست؟ آیا آقای عمر خیلی گفتن خوبتر است، به نظر شما چگونه است؟ خوب است یا خوبتر است؟ چقدر؟ ابتدا سلام دارم خدمت شما و خدمت مهمان گرامی و همچنان خدمت بینندگان محترم. به نظر من خب آقای مرخیل اشاره کردن که وضعیت خوب است. من فکر میکنم که از وضعیت جنگی کرده، از اینکه دو جبهه در حق در مقابل هم میجنگن خوبتر است. اما در وضعیت عادی هرگز خوب نیست. مثلا چه شاخصه هایی وجود داره که ما این دولت در حق وضعیت موجود را خوب بگیم؟ بیکاری در اوجش رسیده، فقر در اوج خود هست و در حقیقت نظام تحصیلی بند است، مکاتب دانشگاه ها به روی دختران بند است، در حقیقت که ظرفیت ساز است برای آینده افغانستان. خب جامعه جهانی ما رو به رسمیت نمیشناسه و ملت ما در حال مهاجرت هست،
در این وضعیتی که هم سرمایه انسانی در حق در حال فرار از کشور هست و هم سرمایه مادی در حال فرار از کشور هست. خب شاخص ما جهان امروز در حقیقت هر سخن را که دارند با یک سری پیمانه ها سنجش میکنه، با یک سری معیار که آیا وضعیت خوب است یا بد است. اگر وضعیت خوب و بد را در حق به صورت کیفی راحت تر است گفتنش، اما بیایید با پیمانه ها با معیار هایی که در آکادمیک هست، علمی هست، سازمان های رسمی بین الملل در حق اونها را تایید کرده و درست کرده و بر اساس از آنها در حق وضعیت سیاسی و اقتصادی یک کشور را سنجش میکنه، با نگاه به اونها، با توجه به اونها معیارها، هرگز وضعیت خوب نیست. مثلا شاخص فقر، شاخص بیکاری، مثلا شاخص رشد اقتصاد و شاخص مهاجرت، شاخص مثلا امنیت، شاخص پایداری سیاسی، به همه این مسائل ما نگاه کنم قطعا وضعیت خوب نیست. من گرچه به نظرات استاد محترم احترام دارم، اما خوب بد گفتن من فکر میکنم تا حدودی هم اگر ما بدون شاخص صحبت کنیم شاید نسبی باشه این قضاوت های ارزشی در ذهن خود ما بکنیم، اما با توجه به شاخص ها و استاندارد های موجود در جامعه امروز، در دنیای امروز که سوی نهادهای علمی و بین المللی در حقیقت ارائه میشه، هرگز وضعیت ما خوب نیست. شاخص های فقر، مرگ و میر کودکان، بیکاری، مثلا میزان صادرات واردات، اینها رو وقت توجه بکنیم، رشد اقتصادی کشور قطعا وضعیت خوب نیست. و از سوی دیگر وضعیت پایداری سیاسی مثلا نابهنجار است، نابسامان هست، وضعیت سیاسی روشن نیست. به نظرم البته به صورت کلی یک فرمول عمومی هست، زمانی که حکومت ها با اراده پایه های یک حکومت، پایه های یک دولت بر روی شانه های مردم استوار نباشه، بر قلب های مردم استوار نباشه، قطعا متزلزل هست. یعنی اگر بر قدرت در حقیقت تفنگ، بر زور استوار باشه پایه‌های حکومت، و حکومت متزلزل هست. و چه بخواهیم نخواهیم یک سخن علمی هست در حقیقت در همه جهان تجربه شده، و حکومت‌هایی که با اراده مردم نبوده، یعنی با توافق سیاسی، با مشارکت سیاسی نبوده و با قدرت و با اقتدار، با زور در حقیقت حاکم شدن، همه میدانه وضعیت با این ملوان وضعیتی بدی هست. نظر شما در کل وضعیت نگران کننده است آقای پناهی؟ بله، به نظر من وضعیت نگران کننده هست. خیلی ممنون، خیلی تشکر آقای عمر. خیلی صحبت‌های آقای پناهی را شنیدین و در این پرسش روی اصل مطلب هم بیاییم که نمایندگان آمریکا و کشورهای آسیای مرکزی بر نیاز گفتگوها درباره آینده سیاسی افغانستان تاکید کردن. در به نظر شما در حال حاضر این نیاز گفتگو درباره آینده سیاسی افغانستان چقدر احساس میشه؟ خب من به احترام به سخنهای استاد احترام دارم، میخوایم یک دو نکته اینجا اضافه بکنم. البته یکی بخش امنیت، گفتن در گذشته ها ما امنیت درست نداشت. شما دیدین که در گذشته ها در 4-5 قدمی ما و شما هنتاری وجود داشت. خارج از مسئله امنیت، آقای پناهی به مسائل دیگر هم اشاره کرد. من میخوایم که توضیحات بسیار مسئله امنیتی را ما و شما دیدیم، در غرب کابل ما و شما ندیدیم در کورس که به وقوع پیوست. در ضمن از تمام مردم افغانستان ایره میخواستن، میگفتن ما شکم و گرسنه تیر میکنیم که امنیت درست باشه. حالا ما تعمل از ایره نداریم که یک سال یا دو سال که امنیت الحمدلله در 34 ولایت افغانستان تامین است تا که حکومت سر پای میای خواهیم ایرام کی خراب کرد. در گذشته کسایی که اینجا بودن، کسایی که قندر بودن، زرگو بودن، سلا داشتن، پول داشتن، پیسه داشتن، ایالات متحده امریکا کلش حمایت میکردن. امروز تمام مردم افغانستان دست یاچه انداختن، خودشان فرار کردن با پولای هنگفت. با این وجود هم آقای عمر، خیلی کشورها از وجود گروه های حرزفتن در خاک افغانستان نیدن. درست است. هیچ وقت کشورها نخواسته که افغانستان دارای یک امنیت خوب باشه، همیشه پروپاگند هایی داشتن. همیالا مگر ما ببینیم تمام کشورها میگه اینجا توریسم وجود داره، در کجا توریسم وجود داره؟ خب بیا نشان بده. تشکر. میم روی اصل مطلب صحبت کنیم کمی که چون بس حاشیه رفت خیلی. بس آقای پناهی، از آقای عمر خیلی پرسیدیم که در حال حاضر نیاز گفتگو درباره آینده سیاسی افغانستان توسط کشورها، چه آمریکا چه کشورهای همسایه، چقدر احساس میشه؟ خب نیاز به گفتگو، هم گفتگو در سطح بین الملل، هم گفتگوی داخلی، به اندازه ضرورت نان شب هست. زمانی که شما وضعیت پایدار سیاسی نداشته باشی، کار اقتصاد هم نیست، کار هم نیست، و کار نباشن نان هم نیست.
پس بنابراین در حق تحصیل نیست، تعلیم نیست، امید به آینده نیست. پس ضرورت گفتگو برای مثلا افغانستان، برای که یک دولت باثبات در حق مقتدر با دوام تشکیل شود و در او مشارکت سیاسی وجود داشته باشه، یک راه حل سیاسی پایدار در حقیقت مثل ضرورت نانشب هست. حالا این گفتگوهایی که قرار است آمریکا و کشورهای همسایه افغانستان، کشورهای آسیای مرکزی داشته باشه، در بیانیه نشستشان که در قزاقستان داشته بیان کرده که قرار است درباره آینده سیاسی افغانستان گفتگوی سیاسی داشته باشه، چقدر میتونه این گفتگوها بر شما تاثیر داشته باشه؟ اول که در حقیقت مذاکره پنج کشور آسیایی، آسیای مرکزی در حقیقت با آمریکا بر اساس مسائل خودشان است، بیشتر مسائل مالی و تجاری هست و در حاشیه بعض در حقیقت یکی از آجنداها مسئله افغانستان هست. با توجه به این که در حقیقت بعد از اینکه روسیه تحریم شده، بیشتر روابط تجاری را در حقیقت روابط تجاری روسیه و کشورهای شوروی سابق در حقیقت کشورهای آسیای مرکزی، روابط تجاریش با خود روسیه رشد کرده. آمریکا نگرانی از این است که در حقیقت این کشورهایی که تا اندازه‌ای در حقیقت گپ ما را هم میشنوه کاملا در تحت کنترل روسیه قرار نگیره، روی این مسائل هست و مسائل مثلا پایداری اقتصاد پایدار هست که در حقیقت از طرف یک از کشورهای آسیای مرکزی در حقیقت پیشنهاد شده و این مسائل داخلش. اما مسئله افغانستان یک مسئله حاشیه بحث بوده، از آن بابه که در حقیقت افغانستان در همسایگی کشورهای پنج کشور آسیای مرکزی قرار داره، اهمیت دارد، هم ثباتش و هم بی ثباتش تا حدودی میتونه تاثیرگذار باشه بر روند، اما زمانی میتونه تاثیرگذار باشه که در حقیقت حالا یک کارگزار سیاسی، یک کارگزار اقتصادی، یک سمت رسمی داره یا جبهه غیر امارت در حقیقت با اونا در گفتگو شده و برای بسیار یک تعامل بلند مدت در حقیقت برای یافتن یک راه حل با او گفتگو کنه، ولی گفتگوهای اونها بیشتر سر مسائل اقتصادی و تجاری خودشان هست. مسئله افغانستان هم به عنوان همسایه اونها در آجندا در حقیقت قرار گرفتن. اما اینکه همه امید ما با او گفتگوهای میان آمریکا و پنج کشور آسیای مرکزی باشه زیاد در حقیقت قابل توجه نیست. پس محور اصلی این گفتگوها افغانستان نیست، هدف اصلی چیز دیگری است. هدف اصلی چیز دیگر است، بله، در آجندایی که در حقیقت وجود داشته این گفتگو در حقیقت این نشست حدود یک هفته قبل برگزار شده و تازه بیانیه او صادر شده. وقتی که او بیانیه را در حقیقت شما میخوانید مطالعه بکنید، محور بحث مسائل اقتصادی خود اونها است، مسائل سیاسی است در حقیقت. روی وضعیت افغانستان هم تاثیر نخواهد گذاشت؟ تاثیرگذار هست. اینکه اون ببینید وضعیت سیاسی افغانستان هیچگاه در حقیقت در طول 40 سال دست خودش نبودن، از بیرون هر دولتی که آمده، چه کمونیستش، چه جهادی، چه امارت، چه جمهوریت، تصمیم در بیرون مرزهای افغانستان گرفته شده. یعنی وضعیت را اونها هست که در حقیقت برای ما تعیین میکنه. اما متاسفانه با توجه به تضاد منافعی که بین کشورها وجود داره، در حقیقت افغانستان هم بروی افغانستان هم زود در یک مصالحه نمیرسه که وضعیت اینجا را چگونه در حقیقت رقم بزنه در آینده. هر کسی در حقیقت افغانستان مثل یک تک کیک میمانه که هر کی از این منافع را میخواهد که برداره، اما سر تقسیم این منافع و منفعتی که از افغانستان از وضع سیاسی و جغرافیایش کسب بکنه برای کشورها در حقیقت یک مشکل هست و نمیتونه به راحتی به توافق برسه با هم. به همین جهت من فکر میکنم که خب میتونه تا حدودی کمک کننده باشه، اما همه چشم عمومی ما به گفتگوهای بین المللی نباید باشه. خیلی تشکر آقای پناهی. آقای عمر خیل، باز هم روی امریکا بیاییم. اخیرا فعالیت‌های امریکا زیاد شده، درباره افغانستان زیاد گفتگو میکنه، دلیل چی است؟ میبینین امریکا همیشه پای منافع خود بوده. درست. هیچ وقت نخواسته که کشورهایی که از لحاظ اقتصادی و نظامی ضعیفتر است از او بالایی بگیره. او همیشه خواسته که همون منافع خود ترجیح بده و از همون طریق بتانه کشورهایی که در این امرایش مقابل هستند از همون طریق بتانن کور بکنن. امروز همی مشکل افغانستان که امریکا گاهی وقت ناوقت تاخت و تاز میکنه بالای افغانستان و تومتهایی میکنه بالای افغانستان، علت اساسیش اینمی است که افغانستان و حکومت امارت اسلامی افغانستان هیچ اجازه را برش نمیده
به خاطر ازی که هر جای ده هر کشوری که رفته شما ببینین که منافع خودم هست. خب در این اواخر چه چیز باعث شده؟ در این اواخر فعالیتش بیشتر ببینین. شده به خاطر ازی فعالیت امریکا در گذشته هم بیشتر بود و حال بیشتر تر شده. فهمیدن که جز با حکومت امارت اسلامی افغانستان که از یک سیاست نرم دفاع بکنن دیگر رای بر از اونا وجود نداره. چرا؟ امریکا به خاطر ازی که پیش متحدینش و پیش امو ادبای خود امریکا او حیثیت حزت و قار را که داشت دیگر ندارد. به خاطر ازی که از افغانستان به یک شکل بیرون شدن که شما و 20 سال میگفتن ما در افغانستان سرمایه گذاری کردیم. تمام امو سرمایه گذاریشان به خاک یکسان شد و از اینجا بعد به شکل فراکتبار از اینجا فرار کردن رفتن. این میخواه که در جامعه جهانی و پیش شارکهای بین المللی خود امریکا آل یک به شکل آمیانه بگویم یک بینی خمیری جور بکنه و مردم خود که بتانند که مردم خود قناعت بتن. شما در جریان هستین که کنگره ایالات متحده امریکا در باره افغانستان ازشان وضاحت خواست که شما چرا به این قدر حجل از افغانستان بیرون شدید. پس ایره گفته میتونیم که امریکا حال امو مردم خودش یادبای خودش و در ضمن ازی سازمان ملل و متحدینش که امرایش بودن زیر سوال هستن میخواین که نمیره به یک طریق بتانن که اثر خود دور بکنن و بر امو شرکای خود یک موضوعی داشته باشن که حداقل وار قناعت بدن. خیلی ممنون آقای عمر، خیلی تشکر از شما. آقای پناهی، تا زمانی که تغییری از درون ایجاد نشه آیا گفتگوها در خارج از کشور نتیجه بخش خواهد بود؟ گفتگو بدون در نظر داشته در حقیقت نیروی داخل تاثیر چندانی ندارد. یعنی پیشتر من عرض کردم که وضعیت سیاسی ای افغانستان بیشتر در بیرون از مرزها در حقیقت شکل میگیره، اما این به این معنا نیست که کاملا آنها اثرگذار باشد. تقریبا با تعامل با نیروی داخلی باید گفتگوها اثر داره و در آجندا هست و در بیرون در حقیقت تصمیم گرفته میشه با تعامل با نیروهای داخلی. در صورتی که نیروهای داخلی دستاندرکاران حکومت فعلی امارت در حقیقت و دیگر صاحبان نفوذی که وجود دارد در بین مردم، ما نمیگیم قطعا کسانی که در رأس قدرت در گذشته بوده در ساختار سیاست بوده، غیر از آیا انسانی در افغانستان وجود ندارد که مثلا امارت اسلامی با اونا و در گفتگو شود و در تعامل شود؟ چقدر استاد در دانشگاه وجود دارد یا چقدر شخصیت های فهمیده دیگه که در کادر دولت قبلی نبوده وجود دارد؟ قطعا زمانی که این گفتگوها با در نظر داشت و با توجه به نیروهای داخلی نباشه در بیرون هم اثرگذار نخواهد بود. یک چیز من با توجه به فرمایش استاد محترم عرض بکنم، من از استاد میپرسم که همین منابع مالی که آمریکا ضبط کرده و ما افغان ها همیشه از دنیا کس طلبکاریم، چرا کمک نکرد، چرا به ما توجه نمیکنه؟ حالا همین 3.5 میلیارد که وجود داره در دست آمریکا در حقیقت در بند است. من از استاد امرخیل میپرسم این 3 میلیارد از کجاست؟ مال ما افغان هاست؟ نه، پول گدایی ترحمی بود که جامعه جهانی به ما داد و امروز گرفته، گدایی خود را پس گرفتن و ما ترحم نمی کنیم. فرض کن یک سری شرایط رو دارن. و از جانب دیگه مثلا ما به عنوان حالا ما استادم خیلی در حقیقت معلمیم، استادم در دانشگاه تدریس می کنیم، بیایید با واقعیت عینی صحبت بکنیم. مثلا در گذشته مشکل چی بود؟ اگر امارت اسلامی امو زمان روی میز مذاکره می نشست در حقیقت در مذاکرات بین الافغانی مشکل خود را حل میکرد، آیا من هم میگفتم که ای آمریکایی برو برون؟ تو هم میگفتی؟ هیچ کدام مثلا راضی به حضور نیروی بیگانه در کشور خود نیستیم. چرا همین 20 سال از دو جانب، اونش هم مثلا او طرف جبهه هم فرزند افغان بود، این طرف هم فرزند افغان بود، چرا این همه خسارت، این همه نیروی انسانی در حقیقت ما به تلفات دادیم؟ آیا 20 سال قبل مثلا 20 سال در حقیقت فرصت هیچ ایجاد نشد که ما تعامل کنیم با همین دشمن خود؟ بر فرض که همه نیروی افغانستان، جامعه افغانستان دشمن نیروهای امارت بود، با همین دشمن خود سر یک میز می نشست در حقیقت به یک تعامل می رسید، ما این همه خسارت مالی مادی و جانی را ما نمی داشتیم. و از سوی دیگه خب چالش های زیاده. سپاس. آقای عمر، خیلی به صورت خلاصه ذکر بکنیم چون وقت کم است، همکارا اشاره دارن که تمام است وقت. خب خارج از این که درباره صحبت‌های آقای پناهی صحبت می‌کنین،
چگونه میشه از این گفتگوها استفاده کرد؟ امارت اسلامی چگونه از این گفتگوها استفاده بکنه؟ چی بکنه؟ چه کارهایی را انجام میده؟ بالاخره افغانستان از این وضعیت، از این بحران فقر و بیکاری نجات پیدا بکنه و دیگر جوانها از وطن بیرون نره. خب امارت اسلامی وظیفه خانگی خود باید به شکل درست و منظمش انجام بده در مقابل مردم افغانستان. یک اجتماعی سیاسی در داخل افغانستان ایجاد بکنه، تمام اقوام مختلف اینجا دعوت بکنن. استاد بزرگوارم فرمودن ما اینجا قلت کادرها نداریم. در افغانستان خوشبخترین کشور همی است که جوانهای وجود دارند که کادر هستند. در افغانستان با همون مشکلاتی که وجود داشت اما بازم به درس تحصیل خود پرداختن. یک اجماع سیاسی باید در افغانستان صورت بگیره. از بگو مگوهای اضافه باید حکومت امارت اسلامی هم تیر شود و جانب مقابلش هم تیر شود در افغانستان تا که یک اجماع سیاسی منظم صورت نگیره. کشورها هیچ وقت بالای ما ترحم یا رحم نخواهد کرد. بنابراین حکومت امارت اسلامی افغانستان متقاضای ممنعیس یک جوان همی است که در افغانستان باید یک اجماع سیاسی صورت بگیره، از تمام اقشار مختلف افغانستان دعوت شود و روی از این مشکلات بحث شود تا که بتانه جامعه جهانی هم با میخواستای ما لبیک بگویند. و موضوع دیگه ای که استاد گفتن که پولی که بر ما خیرات داده بودن، بله ما و شما بودیم که در 20 سال گذشته از خیرات از اونها استفاده کردیم و امروز پس مثل پشک بر ما گوشت انداختن و پس ورداشتن بردن به امریکا، سرمایه گذاری کردن بر کشورهای دیگه. کی بود؟ همین مقامات ما و شما بود، همین افغانهای ما و شما بود، همین برادرهای ما و شما بود که ما پشتش دمی 20 سال گذشته پی هم رفتیم برش رای دادیم، پی هم رفتیم از او دفاع کردیم، از او شعارهایش دفاع کردیم. آخر نتیجه شینمی شد که پول افغانستان که حق مسلم مردم افغانستان بود دست با امریکا یک جای کردن. حق مسلم افغانستان، حق بیوی افغانستان، حق یتیم افغانستان از افغانستان فرار دادن به امریکا. امریکا در این مقصر نیست، اصلا افغانای ما مقصر است، باید تمامش محاکمه شود. آقای عمر خیل تشکر. آقای خناهی گفتن که این پول خودشان داده بودن و پس خودشان گدایی گرفتن از مردم افغانستان. این چطور حق مسلم مردم افغانستان بود؟ این مردم افغانستان این پول از کجا کرده بود؟ در حقیقت سر مردم افغانستانی کشورهای دیگه تجارت کردن، اینا بر ما پول خیرات نداده بودن، اینا از ما بردن. تمام معدن افغانستان در 34 ولایت افغانستان اینا به اغما بردن. از تمام جوانای افغانستان از خونش استفاده کردن. تشکر. آقای پناهی به صورت خلاصه راه حل اشاره بکن. راه حل چیست؟ چی راه کار میتونه نجات بده مردم؟ راه حل خلاصه اشاره بکن. راه حل سیاسی هست. مسائل اقتصادی هم در بستر سیاست حل شده. درست. راه حلش اینه که امارت اسلامی به آحاد ملت مردم افغانستان در حقیقت احترام بگذارن و اونا هم در حقیقت هموطنشان هستن و رأی و نظرشان مورد نظر قرار بدن. در حقیقت یک دولت مشارکتی برن، در حقیقت حکومت با انتخابات آزاد عادلانه در حقیقت استوار شده، همه این مشکلات سیاسی افغانستان حل میشه و هیچگاه انحصارگرایی در افغانستان در طول 40 سال تجربه بسیار که تجربه شده جواب نداده و این بار هم جواب نمیده. تنها راه حل مشارکت سیاسی و احترام به همه مردم افغانستان است. به قول آقای عمر خیل اجماع سیاسی شکل بله اجماع سیاسی شکل بگیرن. سپاسگزارم. میهمانان گرامی آقای نقل‌الله عمر خیل، کارشناس مسائل سیاسی و آقای محمد انور پناهی، استاد دانشگاه، از حضور شما تشکر. از شما بینندگان عزیز که بیننده برنامه زاویه بودید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.